خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، بی همه چیزان، مال مردم خوران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه و نوچه های فکولی و کراواتی و استاد دانشگاه و گوینده تلویزیون در دور تا دور دنیا. پول، اون وقتا می گفتم پول بده سر سیبیل شاه ناقاره بزن. ما مردم شریف با فرهنگ 7000 ساله فروشنده های خوبی هستیم. فوری میفروشیم، فوری میگیم که بله، بله، به ما چه آقا، به ما چه، به ما مربوط نیست. مردم هر کار دلشون میخواد برن بکنن، من خودشون عقل ندارم، بده من آقا پولو. ما گرفتاریمون اینجاست، ما گرفتاریمون دزدی اکبر دزده و علی شیره‌ای نیست، ما گرفتاریمون دزدی آیت الله العظما و غیر عظما و حجت الاسلام و اون یارو جقله که زانوش تازه زخمش داره خوب میشه، رای دزدی رو یاد میگیره، اینا نیست. ما گرفتاریمون مردمی است که نادانند. اگر به کسی برمیخوره نادان منم، منم جزء شما مردمم. ما ایرانی ها هنر نزد ایرانی ها نست و بس، ما 7000 سال تاریخ داریم، ما کوروش داریم. خودت کی هستی؟ خودت کی هستی فروشنده؟ ما اهل منطقیم، همه دنیا مزخرف میگن، من درست میگم، اهل منطقیم، 7000 سال تاریخ داریم. ما دزدی رو شرعی میکنیم. حضرت محمد ابن عبدالله در این قرآن کریم یا مجید یا شریف، هر چی شما میخواین براش اسم بذارید، فرمودند در سوره هشتم، سوره انفال، که الله به ایشون اجازه دادن که تو میتونی بری مال مردم غارت کنی، 20%شو بدی به من که من بدم به الله، بقیهش مال خودت. پس بنابراین بازماندگان این پیغمبر خدا دزدانی میشن که 1400 ساله دارن کشور ما رو غارت میکنن. در فرهنگ عرب، حالا باز یا یکی میاد میگه من مال الاحوازم، برو مال الاحواز باش، هر کاری میخوای بکنی بکن. پایندازی رو خوب بلدن. اونایی که میان ماجرا رو به هم بزنن پول میگیرن، براش فرق نمیکنه برای کی کار میکنه، برای فرق نمیکنه براش جلو کی دولا میشه، پول میخواد. همه رادیو تلویزیون ها رو هم گوش میکنه چون بیکاره، حقوقش رو دزدا میدن. درد خودمونیم، درد نه آمریکاست، نه فرانسه است، نه انگلیس، نه هیچکی، خودمونیم. ارزون فروشیم، ما نوکریم، نوکر به دنیا آمدیم، نوکر زندگی میکنیم. اگه به کسی بگی که محمد اگر در حمله نخله هم نمیتونست کاروان ابو سفیان رو بزنه، این اسلام عقب میافتاد کارش، آه محمد آه دفاع میکرد، دفاع میکرد، در این دفاعی که میکرد
رفت شبیخون زد در ماه حرام، کاروان ابو سفیان رو زد، مالش رو برداشت. الله گفته بود. چشم. 2900 سال مال موسی، 2000 سال مال عیسی، 1400 سال مال محمد. کسی حق سوال کردن نداره. تنها منطق خدا و دین و پیغمبر آدم کشیه. بکشش. حالا اگه شماها اینو نمیبینید، الان یک گرفتاری دارید، یک گرفتاری با چشم و چارتون دارید. نمیدونم، شاید من نمیفهمم. حضرت رسول خدا حمله میکرد، دفاع نمیکرد، میگفت بیا مسلمون شو زکات بده، نمیشی جزیه بده. بین جزیه و زکات یکیشو باید انتخاب کنی. دعوا دعوای پول بود. چجوری مسلمون بشم؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، مسلمون شدم. گفتم پیروز یارو داشت صحبت میکرد که نمیدونم بچه‌مو ختنه بکنم یا نه. گفتم خود محمد، هیچ کجایی ثبت نیست که محمد ختنه کرده باشه. میخوای بری، میخوای هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. ببینید دوستان، در کشوری که قبلا نامش ایران بود و 1400 سال زیر چنگال تازیانه، فرق نمیکنه هر شاهنشاهی اومده، فقط یه مدتی رضا شاه سعی کرد جلو این کارو بگیره که آخونده اومدن به پشتیبانی آخوندهای خود، انگلیس ها آمدن به پشتیبانی آخوندهای خودشون، رضا شاه رو برداشتن. ببینید، همه ببیوار شنیدن، کسی هم جرأت نکرده حرف بزنه. الان یارو اومده به من میگه تو چرا حرف میزنی؟ چون محمد هم همینه میگفت، میگفت کسی حق حرف زدن نداره. آخوندم همینه میگه، هر مسلمون باورمندی هم همینه میگه، میگه کسی حق حرف زدن نداره، الله فقط حق داره. باش برید بخونید ببینید الله چی گفته. ای بابا، اون اگه بخونیم که اصلا دین و ایمون نداریم که. من نفهم راجب کدوم دین و ایمون صحبت میکنی. دین و ایمون تو تشخیص دزده، خبرگان دزده، طویله های دیگه، اون طویله شورای دزده، طویله قوه قضایی دزده، طویله قوه مجریه دزده، اکبر دزده است، آیت الله دزده است. دین تو اینه. بای حسین کشته شد، خب چیکار کنم؟ دعوا مرافعی تو با خودت اینه که یارو عربه با یه یارو عربه دیگه دعواش شده. نمیخوای بری بفهمی چرا این دوتا عرب با هم دعواشون شده. خودتو جر میدی که الله بیاد ببرتت حوری خونه. بشین با خودت فکر کن، نمیخوای نکن. اصلا من حرفای بی خود میزنم، نشین پای من بر من. ببین، من امروز با 3 گروه کار دارم. یکی کسایی که برنامه منو میبینن و ازش چیز یاد میگیرن، یکی کسایی هستن که تعدادشونم محدوده، همشونم میشناسم، اینا دشمن برنامه منن. هر وقتم بنیادی حرف بزنم اونا یه استخون اضافه میدن، اینا بیشتر باغ باغ میکنم. الان صاحبان سگان میان با من
که چرا به سگای ما توهین کردی. من اینا رو به سگ نازی آباد یا به سگ تازی مقایسه میکنم. خوبه؟ یه عده هم هستن دروغ میگن، میدونم دروغ میگن. آقا ما هر چند وقت یه دفعه این برنامه تو رو میبینیم. با این سه گروه من کار دارم. اما قبل از اینکه بریم به اون سه گروه برسیم، چیزی که با اون سوار من و توی عوام کل انعام، که یعنی مانند، الانعام یعنی چار پایان، آخوندا به خودشون میگن علمای اعلام، به من و تو میگن عوام کل انعام، تو میخوای قبول کنی؟ دوش جانت حتما هستی که میخوای قبول کنی. تقلید میخوای بکنی، جا دوست میخوای نشون بدی، جا دشمن میخوای نشون بدی، به من مربوط نیست. آخونده یه الله واسطه درست کرده اون بالا، که هر وقت هم بخواد سوار خر میشه میره اون بالا پیش الله. یه الله درست کرده زیر زمین. این دوتا الله ها به آخوند اجازه میدن که جیب تو رو بزنه سوارت بشه. وسیله این کار زنده داشتن و اجرای اسلام نیاب محمدی است. اگر اسلام نیاب محمدی نباشه، میگی من واسه چی پولم بدم؟ بده، محمد گفته بده من میبرم تو بهشت یه جوبه. الان یه رفیقمون تو نیویورک گفته بود چرا تو به ایران میگی ایرونی، به اصفهان میگی اصفهانی، به تهران میگی تهرانی. ببخشید آقا، من مثل شما سوادم بالا نیست، من در حد همینی که حرف میزنم سواد دارم. اون کسایی که باید حرفای منو بفهمن میفهمن. شما معلوماتون بالاست، من برای مردم ایران حرف میزنم، من برای بچه های کوکیلویه حرف میزنم، اونا میفهمن من چی میگم. به هر تقدیر اللهی هست در آسمون، اللهی هست زیر زمین، اللهی هست که تو چاه، اللهی هست که سوار خر باید بشی بری پیشش. همه الله ها هست، منتها آخوند باید بگه. آخونده اگه بیاد تو خونه تو بگه این چایی که تو خونه داری اینجا امام زمان توشه، همه میان اونجا صف میبندن. الان یه چیزی اینجا دارم کنار دیوار، همه صف بستن ابوالفضل العباس پیدا کنن. شهرک قدس در حاشیه پایتخت 12 میلیونی ایران ناودان سوراخ بوده، آب از پشتش به دیوار راه یافته، ناودان را برای تعمیر از جا در آورده اند و زرداب پشت ناودان هویدا شده. هو انداختن سایه امام زمان روی دیوار افتاده. مردم دردمندی که عرق، ارق یا عرق در مشکلات زیستی و معیشتی اند، غرق اون نقطش پاک شده. مردم دردمندی که غرق در مشکلات زیستی و معیشتی اند، به امید علاج آنها دست به دامن این سایه شدن. بعد تصاویرش هم گذاشته، مردم شهریار برای دیدن شمایل امام زمان رو دیوار اومدن اونجا، دید که دیوار سفید شده مثل یه سایه. مثلا ببین ناودان بالاش هم معلوم. بعدم اینجام تعداد زیادی عکس گذاشته، همه اومدن دست میکشن به دیوار. نه همه امام زمونه. برای اینه دارم بهت میگم اگه آخونده بیاد بگه چای خونه تو امام زمان توشه، مردم در خونه جمع میشن.
رو شاخ گوسفند نمیدونم ذوالفقار میرن به شاخ گوسفند به خودشون فرو میکنن. گرفتاری خود مردمن، مردمن که میخوان سواری بدن. من برخلاف همه اومدم میگم آقا جان بفهم. میگی نه نفهم خودتی، من نمیخوام بفهمم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بریم سراغ اون سه دسته ای که ما باهاش کار داریم. این سه دسته، دسته اول که محبت دارن، برای خودشون یه چیزای دستگیرشون شده. دوست عزیزی به من تلفن کرده از لندن، آقا من 60 سالمه، بعد از 60 سال من نجات دادی. یادتونه بهتون گفتم آخر ماه یه گیر دارم، برم ببینم چی میشه. دیروز حل شد. یک بانوی تلفن کرد، آقای فاضلی من داشتم میمدم لس آنجلس، 4 نفر از یه خانواده، نفری 50 دلار گذاشتن رو هم دیگه، 200 دلار برای شما فرستادم، چیکار کنم؟ گفتم این شماره حساب منه، این آدرس پستی منه، هر جوری دل بخواد برای من بفرست، دستش درد نکنه فرستاد. هم از اون 4 نفر سپاس گذارم، همون کسی که برای من آورد. این گروهی که هستند توی ایران، خیلی هاشون میرن برنامه تکثیر میکنند. یک آقایی 15,000 تومان برای من توی پاکت گذاشته بود، فرستاده بود. کسان زیادی هستند تلفن میکنن به فامیلاشون. یه رفیقی داشتیم تو واشنگتن، مدتی یاد ما رفته، شاید چون همیشه برنامه هم میگه، من مخصوصا یادت رفته رفیق ما، یه کبریت بعد بزنیم که چیز روشن بشه، به فکر ما باش. یه رفیقی داشتیم کویت، هر از چند گاهی به ما محبت داشت. اما خب گفتم من آخرش عجیبم چیزی ندادم. 50 دلار، 40 دلار، 30 دلار، 90 دلار، اینا اومده و دست همتون درد نکنه. اونایی که بیرون هستن میگن این برنامه باید سرپا باشه، پولی کمک میکنن. اونایی که از توی ایران دستشون میرسه، اونا هم پولی کمک میکنن. دانشجو میره نوار من تکثیر میکنه، میره پخش میکنه توی دانشگاه. این کار برای من نمی کنید، برای آتیه مملکت خودتون می کنید. یه کسی هم هست فوش می ده، یه دون از این خانم رئیس ها که تازه اومده، اگه کاغذ مداد در بیارینن می خوام، چون خیلی خانم رئیسه، خدا رو چه دیگه وقتی این مال خوبی هم داشت. به کسی بر نخوره، شوخی میکنم، مالا اینا به درد خودشون میخوره و آخونده لاغ گیس خودشون. چیز هستش، اومده تگزاس، خونه افاف آورده تگزاس فاک کنه. 915-821-4365 مواظب باشین، خیلی ادبی صحبت میکنه، خیلی اوضاعش خرابه. روزی 10-15 تا تلفنم برای من پیغام میذاره. حالا شاید شما هم روزی 30-40 تا تلفن براش پیغام بذارید. منتها اینا تنها کاری که میکنن، میرن همه چی رو جمع میکنن، دیگه تلفن جواب نمیدن. بدبخت های ترسو فوری فرار میکنن. اولی که میان بلد نیستن، دوزیدن اومدن بیرون، نمیدونن هنو اینجا چجوریه. کاری نداریم دوستان عزیز، امروز 13 فروردینه،
2568 شاهنشاهیه. از روزی که من این تقویم و این تاریخ رو آوردم، هجوم آخوندی روی من زیاد شده، هجوم وزارت اطلاعات زیاد شده، هجوم باید پوزش از سگهای خوب، سگ و سگ توله های وزارت اطلاعات زیاد شده. چون این کار بنیادیه، کشور ایران تاریخش فرار یه عربیه از یک شهر به یه شهر دیگه. بشینین فکر کنین، اگه این براتون خوبه اصلا من حرف بی خود میزنم، دنبالش ندید. اما اگر حرف درست میزنم، دوستان من، همکاران من، همون جوری که 5 سال 6 سال پیش همه چی سلام بود، سلامون علیکم بود، امروز درود شده، همون جوری که پارسیگویی پخش شده، همون جوری که تا یه نفر میخواست راجع به دین و مذهب صحبت بکنه، آقا به اعتقادات مردم کار نداشته باشیم. امروز فهمیدن اعتقادات هر کسی درست نیست. و اون وقت چرا با همه چیز میشه انتقاد کرد؟ چرا کار نداشته باشم؟ آقا یک آدمی اومده میگه قولو لا اله الا الله و الله سرتو میبرم، من انتقاد میکنم، زورش رسید سرمو ببره. یه دی هستن رو اسم شاهنشاهی حساسیت دارن، نمیدونم چرا، اینا هم یه گرفتاریایی هستش، تو رفقای خودم هم هستن. زمان میخواد همه درست میشن. امریکایی‌ها یه سربن‌مثلی دارن، میگن nobody is perfect. تو فارسی میگیم گل بی‌عیب خداست. البته برو خدا رو اول پیدا کن تا ببینیم گل بی‌عیب. تمام این بدبختی ها و بیچارگی ها رو خدا داریم، تمام دردا و رنج ها رو مال خداست، تمام بلاها مال خداست. همه آخونده آمدن گفتن، همه پیغمبر ها گفتن اگه این کار نکنی خدا اینا رو واسط صادر میکنه به زمین. سرطان مال خداست، بشر کمک میکنه که درستش کنه. این تقویم شاهنشاهی به این مناسبته که در زمان کوروش که اولین امپراتوری ایران درست شد و کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه، برای اینکه تو تاریخ دنیا به نام پرشین امپایر ثبته. حالا من بگم مثلا کوروش آدم بدی بوده، در دنیا ثبته، اینو کارش نمیتونی بکنی. اینها کشور پهناور رو هر جاره میگرفتن، یه نفر از محلی اونجا میذاشتن که شاه اونجا باشه، اسمشم ساتراب بود، یعنی اولین حکومت فدرال در دنیا. شاه شاهان یک کسی بود مثل کوروش، یک کسی بود مثل داریوش، که اینها، این پادشاه های محلی زیر دست این شاه بودن. به این دلیل شاه شاهان رو گفتن شاهنشاه. و وقتی ما میگیم تاریخ شاهنشاهی، فوری دنبال دزک دوزک نرین. تو با شاه بدی، با محمد رضا شاه بدی، با رضا شاه بدی، با هر کسی بدی، با تاریخ شاهنشاهی نمیتونی بد باشی، مگر اینکه تاریخ عربی رو بیشتر دوست داشته باشی. من میخوام ازتون خواهش بکنم دنبال این کار رو بگیرید. این کار بنیادیه، باز بنیادیه. شما یادتونه گروه ایران پرست در سال 1355 اومدن تاریخ 2535 شاهنشاهی رو برقرار کردن.
و اولین پافی که اومد اون آقای شریف امامی گجستک اومد، اولین کاری که کرد گفت آقا غلط کردیم، ما شکر خوردیم، تاریخ ما تاریخ عربیه، ما جد آبادمون عربه، من خودم عربم، من شریف امام یعنی عرب، من بابام آخونده، بابا بزرگم آخونده، تمام عربا به پدر مادر من تجاوز کردن. ما میریم دوباره همون تاریخ هجری شمسی و هجری قمری رو میگیریم. اگر موافق فکرتون هست دنبال این کار رو بگیرید. 13 نوروز روزی بود که در پیشینیان ما، کسانی که قبل از ما در این سرزمین زندگی می کردند، زمستانهای سردی بعضی از نقاط ایران داشت و اینها از اون پنجه آخر سال، پنجه خبیثه، پنجه اون 360 روز به جای خودش بود، اون پنجه میگفتن ارواح میاد، کی میاد، کی میاد، کی میاد، و بعد نوروز خونه تکانی میکردن و همدیگر رو میدیدن. روز 13، ششم نوروز، ششم فروردین، زادروز اشوزرتشت بود، جشن میگرفتن، حالا یا میدونستن یا نمیدونستن. 13 میزدن به بیابون، این تلسم زیر کرسی رفتن رو میشکستن و شروع میکردن زمین آماده کردن برای باروری. بعد قصه هایی برای این کار اومد، هفت‌سین اومد، نمیدونم هفت‌چین اومد، چیزهای مختلفی اومد، زمان ساسانیان 10 تا دانه رو میکاشتن، اینا همه این چیزها هستش. اما اصل قضیه اینه که روز 13 به در ما میریم به صحرا و شما میدونید که حکومت دینی فقط جلوی چهارشنبه سوری و 13 به در قدرت مقاومت نداره. بیایید سعی کنید هر چیز ایرانی رو، برای همین جوری که سر اسم ایرانی گرفتن با ماموران حکومتی جنگ میکنید که اسم ایرانی بگیرید، بذارید غلام علی و غلام عباس و غلام حسن و غلام حسین همین آخوندهای پوفیوز باشن. من تو ایرانی نباید باشی. در مورد آقایونی که یا خانمایی که با من دشمنن، از حرفای من بدشون میاد، دوست ندارن قیافه منو ببینن، اینا مریضن. نه برای اینکه از من بدشون میاد. ببین اصلا تلویزیون رو بذار کنار، آقا من اومدم یه خاربار فروشی سر کوچه شما وا کردم، جنسایی که بهت میدم تقلبیه، تخم مرغی که میبری جوجه شده، برنج تو شیپیشک داره. خب تو مگه مرض داری باز برمیگردی تو این مغازه؟ مگه آزار داری؟ مگه درد از اونا داری؟ برو دنبال کارت، من که با تو کاری ندارم، من که دنبال تو نمیام، من که دعوتنامه برات نمی نویسم. 40 تا دیگه تلویزیون هست، هر کدوم میخوای نگاه کن. مگه مرض داری من نمی بینی؟ نمیدونم جز این که آزار اپنه داشته باشی، آزار دیگه نمیتونه باشه. آدم از چیزی که بعدش میاد چرا میاد ببینتش؟ آقا این یارو مرد که حرفا مزخرف میزنه، نبینش، میفهمی؟ نه. یا اینکه موز میگیری، یا اینکه نمیدونم اسم داریوش و هیراد و هخامنش و فلان ایناست،
من اینا رو نوشتم تو بخون. سیاه بود. نوکر بابا تو میگم. شعور ما نداریم. ما نمیدونیم که کجای دنیا وایسادیم. ما نمیدونیم کی هستیم. ما فکر میکنیم اگه خودمونو پشت یک سوراخی قایم کنیم کسی نمیفهمه ما کی هستیم. نه. دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. و دوباره همون سعدی میگه زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد نداند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور. بعضی وقتا آدم باید دهنشو ببنده. باز خودت میدونی. من امروز سرگذشت ولتر رو براتون انتخاب کرده بودم بخونم. نمیدونم چقدر وقت دارم. از که 20 دقیقه وقت دارم. قبل از اون در مورد سوره شریف مبارکه حمار میخوام باهاتون صحبت کنم. در تفسیر الهی قمشه‌ای جلد 12 صفحه 313، این یک کتاب رو همیان صد جلد بسرش تفسیر می‌نویسن. یعنی نه خدا فهمیده، نه محمد فهمیده، نه تالا که این آدم آمدن فهمیدن، حالا ما میگیم. یعنی چقدرم قشنگ میگه. میگه سوره شریف الحمار مکی است. الحمار یعنی خر، یعنی الاغ. خر فارسیشه، الاغ ترکیشه. البته در ترکی اشک هم میگن. زیرا در بیت الخلایی در نزدیکی مکه نازل شده است. حضرت در بیت الخلا، نمیدونم مشغول آدم در بیت الخلا مشغول چه کاریه، آقای الهی قمشه‌ای نوشته اونجا تشریف داشتن حضرت در بیت الخلا. بیت الخلاهای مکه خیلی تمیز بوده، کاشیکاری بوده، مرتب بوده، از این سیفونا داشته. نه، در اون بیت الخلا این آیه نازل شده، این سوره نازل شده. در روایت است از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرا نام این سوره الحمار است؟ فرمود در هنگام نازل شدن این سوره خری از کنار پیغمبر عبور می‌کرد. تو بیت الخلا نشستی داری کارتو میکنی، سوره نازل شده، یه خرم از اینجا داره میره. من نمیفهمم یعنی چی. شماها واردتر از من. هنگامی که پیامبر آیات را تلاوت کردن در همون زمانی که در بیت الخلا بودن، از چشمان خر عشق جاری شد. میفهمید خره؟ مثل این کسایی که تا میگن یه وقت دیدم اومد بالای تپه، همه میزنن تو سر خودشون، خودشون جر میدن، گریه میکنن. اونا میفهمن. مثل خره که میفهمیده، اینا میفهمن. من نمیفهمم. برای همینی که میگم من هر چی میگم ممکنه من نفهمم. شما کار خودتونو بکنید. عشق از چشمان خر جاری شد و شروع به عرعر کرد و ناگهان خر عرعر کنان با آسمان هفتم رفت. در صفحه 313 جلد 12 تفسیر الهی قمشه‌ای مردم به حضرت گفتند این چه حالت بود؟ مردم هم دور اون مسترا واسده بودن، دور خلا، که ببینن حضرت چجوری خودشو تخلیه میکنه. میخواستن یاد بگیرن. پیغمبر فرمود او فرشته‌ای از فرشتگان خدا به نام میکائیل بود که از ترس و قدرت معنوی این آیات به عرعر افتاد و خدا بکشد کسی را که این حقیقت را منکر شود. حضرت فرمودند
اجر و پاداش خواندن این سوره. روایت شده از امام صادق در مورد این سوره فرمودند هر کس این سوره را قبل از رفتن به توالت، توالت چه مسترا بابا توالت، بخواند به قدرت خدا هرگز بواسیر نمیگیرد. اگرم گرفت میره امام رضا خوبش میکنه، و اگر بواسیر دارد از درد بیضه رنج میبرد، این سوره را با زعفران بر روی پارچه‌ای پاک نوشته و از موضع و بر موزه ببندد و آن وقت قدرت خدای خود را به چشم ببیند و نیز برای رام خر خرام کردن خر چموش این آیات را بر کاغذی نوشته در ماتحت خر فرو کنید، به فضل خدا رام و سر به زیر می شود. و نیز اگر هر شب 12 مرتبه این سوره را قبل از خواب بخوانید، در روز قیامت خدا برای خواننده آن خری سفید اهدا می کند و او را بدون حساب به بهشت می فرستد. حالا این سوار خر سفید میشه میره به بهشت، اونجا حوریا هستن، حوریا واسه خره چیکار کنه؟ خرم بالاخره حوری میخواد. و نیز با تحقیقاتی که ناسا روی این سوره انجام داده مشخص شده که عدد 19 در تمام آیات آن مشهود است. و نیز این سازمان وجود کهکشانی با شکل و شمایل خر را در آسمان تأکید کرده و این خود دلیلی دیگر به حقانیت قرآن و ولایت فقیه به رهبری علی شیرینی است. در تفسیر از سارق نوشته مکارم شیرازی، چون سارق بزرگیه، چنین گوید 12 آیه داشتن این سوره را نشانه بر 12 امام برحق و ظهور آقا امام زمان عج در زمانی نزدیک است. در روایات بسیاری وارد شده که این سوره را شدیداً با صوت و آواز بلند بخوانید تا معنی آن را نفهمید، زیرا ممکن است شیطان شما را گمراه کند. خیلی طنز قشنگی بود، خیلی طنز قشنگی بود. و خیلی وقتا تا 28 سال پیش کسی جرأت گفتن این حرفا رو نداشت. یه دونه آدم حالو پیدا شد، آقا این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اون کارو بکنم، تو میکشی دیگه، کارو بکش. بم گذاشتی، اومدی، سم دادی، بازم آدم که نباید تو رخت خواب بمیره. یک درسی ما مردم باید بگیریم که ببینیم چرا این جانوران به ما مسلط شدن. فقط از ترسه. ولتر یکی از کسانی بود، از اولین کسانی بود که من بهش اقتدا میکنم. من از ولتر چیز یاد گرفتم. ولتر بزرگوار از بزرگترین ناخداگرایان و کسانی که دین و مذهب رو قبول نداره. اینک که به پایان سخن در باره گفته این کتاب جلد سوم آیین موسایی نوشته بقراط صفائی، دکتر بقراط صفائی، اینک که به پایان سخن در باره گفته های ناخداگرایان رسیدیم، لازم آمد از بزرگترین دانشمند این مسلک نوشتهی به میان آید. ولتر از مشهورترین مردان مبارز برای نجات بشر از شر دین و خدا بود. از نزدیک قرن 18 هم، من فکر کنم نه آره دیگه قرن 18 هم شده،
در سال 1694 یعنی آخر قرن 17 6 سال مونده بود قرن 17 تمام بشه، در پاریس چشم به جهان گشود. از کودکی جوانی استعداد شاعری ذوق ادبی داشت. او علاقه شدیدی برای رفتن به محافل ادبی و علمی برای کسب اطلاعات بیشتر نشان میداد. مادرش به نام ماری مارگریت دومارد، دختر کارمند پارلمان و خواهر بازرس کل گارد سلطنتی بود، بدین وسیله ولتر در دربار لویی 14 راه یافت. پدرش فرانسوا اوه وکیل توانگری بود. مادرش در 40 هنگامی که ولتر 7 بود درگذشت. این کودک به قدر ضعیف بود که همه تصور میکردند زنده نخواهد ماند، ولی او 84 عمر کرد. قیافه جالبی نداشت ولی بی‌اندازه مهربان و خوشمحضر بود. درباره دوستانش از هیچ چیز دریغ نمی داشت. او بسیار هوشیار و روشنفکر بود و با چابکی و تهور موضوعات عالم را به یک یک از نظر می گذرانید. گویی او دارت المعارف زمان بود. می گفت کار من این است که آنچه را که می اندیشم بگویم. هرچه اندیشیده بود ارزش گفتن داشت. با ذوق دقیق بسیاری از دانشمندان دوران از زنان و مردان او را دوست می داشتند. به سخنانش عشق می ورزیدند و بیاناتش را چون ورق زر دست به دست می کردند. طبعش بدگویی و انتقاد شدید و هجو بود. بد زبونم بوده مثل من. به همین علت زبان سرخش او را بارها به زندان و تبعید گرفتار کرد. هر کسی دنبال این راه بره اینا هست. در سال 1718 به نام فرانسوا آماری از زندان باستیل آزاد شد. یک نوبت هم به مدت 3 به انگلستان رفت و به مطالعه فلسفه و علم و ادب و اوضاع آن کشور و احوال مردمش پرداخت، طوری که او از بیشتر مردم آن دیار به امور انگلستان واردتر شده بود و زبان انگلیسی را به درستی فرا گرفت. آثار او تا سن 40 شعر بود و به صورت داستان، تئاتر، قطعات متفرقه منتشر می شد. البته کارهای دیگری هم می کرد و به نظم یا نثر و تحقیقات انتقادی، علمی، ادبی، فلسفی می پرداخت. کارهای مهمی می نوشت. بعضی از نوشته های او چنان زننده بود که دولت دستور سوزاندن آنها را داد. در اینکه دولت رفیق آخونداست. ولتر به عضویت آکادمی یعنی فرهنگستان فرانسه قبول شد. در نیمه سده 18 فردریک دوم پادشاه پروس که ذوق فلسفی و ادبی داشت ولتر را چندین بار دعوت کرد. سرانجام آن دعوت را پذیرفت، به برلین رفت و از نزدیک 2 مهمان پادشاه بود. لکن چون تضاد عقیدتی در بینشان بود نوکر نمی شد. آنجا را رها کرد و به فرانسه برگشت، اما اقامت در پاریس را مناسب حال خود نیافت. به سوی ژنو رفت و در آنجا ملکی خرید به نام فرته. مدت 20 آخر عمر خود را در آنجا گذرانید. در آنجا دائما مشغول تألیف و تصنیف بود و فضلا و ادبا و دوستان فراوانی به گردش بودند و مردم نامی اروپا او را زیارت می کردند، یعنی می رفتن می دیدنش، نه اینکه برن ماچ کنن جایی رو. بالاخره در سال 1778 پس از 28 دوری به پاریس برگشت. چون شهرتش عالمگیر شده بود مردم پاریس از خارجی و فرانسوی او را تجلیل کردند، ولی عمرش به 84 رسیده بود و پس از 4 اقامت در آنجا زندگی را به جد گفت. یعنی در سال 1778 از ولتر یک کتابخانه، آثار ولتر یک کتابخانه است. برخی از نوشته های او در مقام درجه اول ادبیات و شاهکارهای زمان بود، همه به منظور اهمیت فلسفی یا اجتماعی و انتقادی جالب بودند. قسمت مهم دیگر کتاب های
او تاریخی بود و روش خاصی در نگارش تاریخ داشت. از همه نوشته های او، مهمتر از همه فرهنگ فلسفی او به نام این چیزیست که من عاشقشم، امیدوارم یه روزی این به فارسی ترجمه شه، دیکسیونر فیلوزوفیک، و کسانی که فرانسه میدونن موهبتی دارن که میتونن این کتاب رو بخونن. من این کتاب رو با یه دیکسیونر دیگه خوندم که بفهمم چی گفته، دیکسیونر فیلوزوفیک. قریب 8000 یا بیشتر ایراد از کتاب تورات و انجیل گرفته است. برخی نوشتن از 8000 تبصره، نه تبصره نیست، ایراده. کاش مدعیان مذهبی اقدام به ترجمه این فرهنگ می کردن تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. مدعیان مذهبی جلو این کار رو می گیرند. مراسلاتی هم که به اشخاص نوشته خود مجموعه بزرگی است که بسیار خواندنی می باشد. ولتر را به علت آنکه در فلسفه رأی و نظر بدیع مخصوص داشت، او را فیلسوف هم خواندند. او 99 کتاب و رساله کوچک و بزرگ نوشته است، به همین علت او را اعجوبه قرن دانستند. بر گفته های پیشینیان خردگیری های زیادی کرده، به خصوص با انواع خرافات و عقاید سخیف و غلط و زشتی آداب و عادات مبارزه کرده است. در حقیقت ناشر افکار علمی و عقلانی بوده، به طوری که او را یکی از مربیان عالم انسانیت می شناسند. به روشنایی علم و زبانهای جهل و لزوم فراهم ساختن موجبات ترقی و لوازم آدمیت صمیمانه معتقد بود. این کتاب تولد دیگر خیلی از ولتر روایت داره. خیلی راحت آقای شفا، یکی از مریدان ولتر خودش، در بیان مطالب و تفسیرات نکته سنجی بذل‌گویی هایی داشت که بیاناتش دلپذیر بودند. از جمله کسانی بود که معارف را از گوشه های انزوا در آورد و در دسترس مردم قرار داد. مذهبیون که دکانشان با گفتارهای منطقی او رونق خود را از دست داده بودند، او را ملحد و کافر معرفی می کردند. کافر ملحد، گردنش بزنید. ولتر ذاتاً با دین و مذهب و خدایان ساختگی عناد و دشمنی سختی داشت، زیرا آنها مردم را به سوی خرافات و تاریکی ها هدایت می کردند. از تضادهای موجود در تورات و اناجیل در کلافه بود. فریاد برمی آورد که این مردم بیدار شوید، به واسطه گفته ها و نوشته های این رادمرد جهان تفتیش عقاید از طرف به اصطلاح روحانیون برقرار گردید. یعنی اومدن گفتن تو چجوری فکر میکنی؟ تأکید میکرد که وجدانیات باید آزاد باشند و نباید معترض عقاید مردم شد. انسان در سطح طبیعت با نفسانیات و عقل و خرد پیدا شده، هر قدر عقل بر نفسش غلبه کند سعادتش بیشتر می شود. اما دین میگه که فقط و فقط من برای پایین‌تنه تو کار میکنم. دین ها باید مردم را آزاد بگذارند تا با مسئولیت اخلاقی و دانش و علم زیست کنند. هر کسی پایبند دین باشد یا احمق است یا مزور. اینو ولتر میگه، من نمیگم ها، ولتر میگه. ولتر به دکارت در علم و حکمت اعتقاد داشت و فلسفه لاک را میپسندید. از نظر علمی به نیوتن احترام میگذاشت. میگفت علم جهل بشر را کاهش میدهد. نیکوکاری آن است که در خیر عمومی کوشا بود. البته تبدیل جهل به دانش میسر است. ولتر در نمایشنامه ادیپ گفت که کشیشان و همانند آنها مقامشان از خوشباوری های ماست. او از این نمایشنامه ها ثروت زیادی به دست آورد. می گفت بدانید که حقیقت رفتار انسان را
حقیقت رفتار انسان را بهبود خواهد بخشید، اما متاسفانه توده های مردم از احساسات و تعصبات خیش پیروی می کنند و به خرد و عقل نظر لطفی ندارند. در طبیعت انسان سنگ دلی می تواند که هم جنس خود را با خونسردی زجر دهد. پس بدانید ای خداشناسان که خدای شما به اعتقاد خودتان شریرتر و نابکارتر از نابکاران است. ولتر با هزاران هزار به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط بود و اکثر روشنفکران موافق عقیده او بودند و می گفتند دین و خدا برای عهد عتیق بوده و امروز جهان احتیاج به مسئولیت اخلاقی انسانها دارد، یعنی به کسانی که به شخصیت خود واقف شده اند. می دونید چند وقت پیش اینا رو می گفته؟ میتونی چقدر این حرفا رو از ما پنهان کردند؟ میتونی در ایران کسی جرأت نداشت دیکسیونر فیلوزوفیک رو ترجمه کنه؟ امروز امیدوارم شما مردم به جایی برسید که توی خونه هر کدومتون یه دونه دیکسیونر فیلوزوفیک باشه. اگر این کارو بکنیم، اگر بخوایم بفهمیم، اگر بخوایم خردمون رو زیاد بکنیم، اگر بخوایم به جلو بریم و همه این اگرها ما رو به جایی میرسونه که اون وقت یه کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره بگه که تو حق نداری ولتر رو گوش کنی، میخواد ساواک باشه، میخواد ساواما باشه. ولی تا وقتی که تو سرت میزنن تو چی باید بخونی، چی باید بفهمی، کجا باید بری، با کی باید حرف بزنی، چه کار باید بکنی، همین آشه و همین کاسه. به زبون ساده برات بگم، تا وقتی که آدم نفهمه دنیا سوارشه، روزی که فهمیدی سوار دنیا میشی. پس باز برگردیم سر اون دیوانگانی که میان برنامه منو میبینن و بعدشون میاد، و برگردیم سر کسانی که این برنامه رو میبینن خوششون میاد، و برگردیم سر دروغگویانی که میگن آره آقا ما 7-8 سال یه دفعه میریم برنامه تو رو میبینیم. اصلا فرقی نمیکنه. من حرفم رو برای کسانی میزنم که میفهمن چی میگم. کسانی که فکر میکنن من آدم نفهمیم اونا درست میگن. فقط خواهش که میکنم به من گوش ندید. من نمیگم برید گمشید، میگم به من گوش ندید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.